محمد آقای رسولی از اون شاعران جوان آینی کشورمون هستند که الحمدلله دمشون گرمه به ذکر رسول الله و آل الله علیهم صلوات الله و اشعار ذاکران و ستایشگران فراوانی در این کشور رو ایشون میگن و یه وقتایی هم که خودشون دکتمه میکنن. آقای حاج محمود آقای کریمی، آقای آسد مجید بنی فاطمه، یه وقتایی به نظرم حاج منصور آقای عرضی و بقیه خلاصه از اشعار شما میخونن. درست میگم؟ حاج محمد آقای طاهری، بله. سلامت باشید. درست گفتم؟ بزرگواری شما، بله. خدا حفظتون کنه. نکته‌ای دارید یا برامون شعر میخونید؟ نکته خاصی که نیست، بالاخره عنایت اهل بیت به هر کس به صورتی، حالا به هر کس به نوعی عنایت میکنن، توفیق خادمی میدن، حالا به ما هم به این صورت عنایت شده و ان شاء الله که قدرش رو بدین، مشکرش بشیم و دستمون رو بگیرن ان شاء الله. ان شاء الله. یه چیزی از محمد رسولی امروز غروب به دستم رسید، حالا نمیدونم میخواد همینو بخونه میخواد چیز دیگه، من تا یه مصرعش رو میخونم. گفته که شب تولد تو تازه ماه رؤیت شد، به امام مجتبی علیه السلام که شب تولد تو تازه ماه رؤیت شد. چی میخواستیم برامون بخونی؟ همینو یه چیز دیگر نرس کنم که البته کار پارسال بود، یه کاری هم امسال نوشتیم. خیلی خوب، میخواین امسالیه رو شروع کنیم؟ امسالیه رو شروع میکنیم اگر که شما بسم الله وقتی بود در ادامه در خدمت هست. بسم الله الرحمن. نیمه ماه خدا شد، ماه پیدا می شود، می رسی از راه و راه از چا پیدا می شود، بر در این خانه حتما راه پیدا می شود، آر اینجا هم گدا هم شا پیدا می شود، تا خدا یک جلوه بنماید پسند را آفرید، ظاهرن یک جا دوباره پنج تن را آفرید، در مسیرت هر کجا پا می نهی دل ریخت، بس که حسن بی حساب از آن شمایل ریخت، زود پیدا می شوی هر جا که مشکل ریخته، دور تا دور شما هموار سائل ریخته، آسمان ها را نمک پروردت می ساختی، هر زمانی هر کجا که سفره می انداختی، خیلی عشاقیم بر ما تهمت دیوانه چیست، سید تو بودن فقط عشق است، آب و دانه چیست، لطف تو دریاست، دیگر کاسه و پیمانه چیست، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، گر گدا کاهل بود هم تو کرامت می کنی. گر گدا کاهل بود هم تو کرامت می کنی، آنقدر که حاجت او را خجالت می کنی. چه کسی گفته که دستان شما در بند بود، لال بادان کس که گوید صلح تو لبخند بود، صلح تو جنگ از این حیث بیمانند بود، دشمنت هرگز نفهمیده است یک ترفند بود، کربلایی را میان صلح خود طی کرده ای، این تو بودی در جمل که فتنه را پی کرده ای، هر زمانی غیر تو بر هر که رو انداختم، زود شرمنده شدم بس که تو را نشناختم، هر زمانی غیر تو بر هر که رو انداختم، زود شرمنده شدم بس که تو را نشناختم، زندگی را بردم وقتی به تو دل باختم، در خیال خود برای تو حرم ها ساختم، عاقبت قبر تو هم دارای گنبد می شود، عاقبت روزی مدینه مثل مشهد می شود. اینو یه بار دیگه بخونم.
هر زمانی غیر تو بر هر که رو انداختم زود شرمنده شدم، بس که تو را نشناختم زندگی را بردم، وقتی به تو دل باختم در خیال خود برای تو حرمها ساختم، عاقبت قبر تو هم دارای گنبد می شود، عاقبت روزی مدینه مثل مشهد می شود.